دارم برای همگیتون تنگ میشه. بالاخره از شرت نجات پیدا کردم. منم دیگه از شر تو یکی راحت شدم. موفق باشی. قربون شما. نکنه اینا خالی باشه. نه بابا خالی. مطمئن باشه. آره. حتما میام میشه. آره فراموش نکنی. دیگه سری به ما بزن. خوشنود. یه وقت این ماشینا رو خراب نکنی. پدر ما رو که درآوردین رئیس حساب داره. نگران نباش. شما راغبین. خجالت هم میگی. قربونت برم. بفرمایید. قابل شما رو نه شرمنده میکنم. آقا زنده باشه. خدا حفظش. خدا حفظش. این شطوریه که در خونه هر کارمندی میخواد آقای درش. برای خونه شما هم میخواد. خدا حافظ. سری بهتون میزنم. مطمئن باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. قربون شما برم. بفرما. خواهش میکنم. انشالله که برقرار باشید آقای داشت. قربونت برم بشین. مبارک باشه آقای داشت. قربونت برم. حالت چطور آقای داشت بان؟ دست شما اینم تمرایی که میخواستی. دستت درد نکنه. نگی داشت بان رفت و تمام. همینجوری تمرا رو برام جمع کن. از امروز دیگه خودت هم مثل تمر باطله از دور خارجی. بابا ای والله. حالا دیگه ما شدیم کامیون اسکاتی از دور خارج. خدا نکنه عروسی دختر خانومت ما رو هم خبر کن. فعلا که سرش تو درس کتابه. قربون شما. خداحافظ. آی داشت با موازه پله ها باشیم. موازه با ما بجا. ای ایش موقع انجام دادن آزمایش خیلی دقت. چون نتیجه آزمایش و گزارشی که از اون تهیه میکنید روی نمره میان ترم خیلی تاثیر میذاره. لطفا شروع کنید. محبوبه فرمولو یه جور بذار منم ببینم. میگم فرمولو یه جور بذار منم ببینم. امان از دست تو
یاسمی تو دبیرستانم همینطوری بودی و همیشه کی به دادم میرسید خانم مادام کوری. عالیه خانم درستان. متشکرم. نه؟ جدی میگم. این تجزیه... نه این تقریب... ببخشید. یعنی این ترکیب خیلی خوب انجام شده. وقتی همه نکات رای... بله البته حق با شما از همه نکات رایت شده. یعنی میدونی چیزه؟ منظورم اینه که هر کاری راه و رسم خودشه داره. مگه نه؟ مواظب باشه. بله. ده... سلام محبوب خانم. کیوان خسته نباشی. مادر ما حاضریم. سلام. سلام. سلام آقا کیوان، خسته نباشی. سلام. بیا تو. چه خبرته؟ نزدیکو سرم له کنی. کی به تو گفته با این پسر سلام علیک کنی ها؟ چه عیبی داره؟ اصلا ازش خوشم نمیاد. دیگه هم نبینم باش خوشو بش کنی ها. حالا تو بهشون جواب رد دادی که نباید دوستی منو کیوان هم بخوره. اصلا چه معنی داره تو با بزرگتر از خودت دوست بشی؟ چیه؟ در علاقت کامیون ماک میمونه. هم سلام هم بازنشستگی مبارک. ممنونم دختر گلم. بخور دهن تو شیرین کن. سلام دخترم خسته نباشی. باز که خودت داری تعمیر میکنی. اگه من تعمیر نکنم کی هست که بیاد کمکم؟ آخه تا کی؟ تا وقتی بابات با بازنشستگی من موافقت کنه. چی نگاه میکنی بابا؟ تقدیرنامه آقای بهرام دشتبان با تشکر از زحمات. این چه وضعیه؟ دوشنبه بازار رو انداختی؟ تو رو خدا نگاه کن مثل بچه ها کاداشو ریخته دورش داره باهاشون بازی میکنه. این هم به جای تبریک گفتنشه. وا من که وقتی وارد خونه شدی تبریک گفتم. محمود اون چارپایه و میخو چکاشو برده بیار. چشم بابا. میبینی خونه مثل دست گلمو به چه روزی انداخته؟ وای دختر حواست کجاست مادر؟ متوجه نشدم ببخش. صبر کن برم یه جارو بیارم. نه جمعش میکنم. دستاتو میبرم بابا جون. اون گلدن قشنگه شکست. بلای سرش. تو فضولی نکن. هر کاری اون بکنه اب نداره. همه چی برای محبوبه محبوبه محبوبه. میخوای چیکار کنی؟ این که جاش تو اتاق پذیرایی نیست. لابد جاش تو اتاق خوابه. بله. بذاریش تو حال بهتره. باید جلوی چشم باشه. خب جلوی چشم باشه. اما تو حال نه تو اتاق پذیرایی. گفتم اینجا جاشه. بابا
این نتیجه 33 سال کار با افتخاره. بازم خوبه از تو قدردانی شده، اما من چی؟ تعمیرات خونه، خرید و پخت و پز، دوخت و دوز و هزار کار دیگه. چه خبرته؟ ترمز بریدی؟ گفتم اونجا نه. بلشمن عجب مردیه. آه چی شد؟ آخه به قول شاعر، رسید مژده که ایام غم نخواهد. سلام آقای دشمن. سلام جانم. بفرمایید. نوش جان صرف شده. سلام علیکم آقای دشمن. سلام از ما، از آقا محسن گل. چطوری بابا؟ خوبی؟ سلام آقای دشتبان. سلام سید حسن آقا. آقای دشتبان کلم برگ نخر، خانمتون همیشه گل کلم میخره. ولی من میخوام کلم برگ بخرم. بگی بکش. باشه. خب چطوری بابا؟ خوبی؟ سلام علیکم، مخلصم. چطور آقای دشتبان؟ راستی آقای دشتبان، خانم چطورن؟ خانم ها برای دستور دادن همیشه خوبه. بفرمایی، اینه هم 1 کیلو گوشت گوسفندی. من 2 کیلو میخوام، اونم گوساله. ولی خانمتون هر وقت میاد بلن که من اومدم و میگم 2 کیلو گوشت گوساله. نمیفهمم، یکی نیست به این فروشنده ها بگی آخه بابا به شما ها چه مربوطه که دخالت میکنی؟ اینو نخر، اینو بخر. سیب قرمز چرا؟ سیب سبز بخر، تره نه ریحون، کوفت نه زهرمار. اینا چی خریدی؟ این که همش کار نارسه که. اینم که همش له شده. تو دیگه چیزی نگو، به جای اینکه بگی دستت درد نکنه هی غر میزنی. تو این روزا چت شده، اصلا نمیشه دو کلوم باهات حرف زد. به این نق و نقا میگی حرف؟ چپ میرم راست میام ایراد میگیری. این کارو نکن، اون کارو بکن، اینا رو اونجا بذار. کمکت کردم این دست مزد بشه؟ شاید هم فکر میکنی رئیس خونه تویی. به این میگی کمک؟ به این که پاشادی دو قدم رفتی دم دکون. تازه اگه بخوای بدونی این من بودم که زندگی رو میچرخوندم. معلومه که باید رئیس خونه باشم. بسیار خوب، حالا که اینطور شد اصلا خرید بیخواه. اگه اصرار میکنم به خاطر اینه که کیوان محبوبه رو خیلی دوست داره. ولی نظر نظر خودشه. شما قبلنم 2-3 بار تشریف آوردین و گفتیم نه. خب اونا از روی عجله بوده، محبوبه باید بدونه کی به خواستگاریش اومده. پسر من ماشالله، هزار ماشالله، از همین الان همه چیزش حاضره، خونهش، زندگیش. محبوبه حتما فکرشو کرده و گفته نه. این حرفا بهانه است. زیر زبون دخترتونو بکشین ببینین نظرش چیه. میگه با کسی ازدواج میکنم که تحصیلاتشو فکرش تو مایه های خودم باشه. اما پسر شما چی؟ منظورتون چیه؟ میخواین بگین دانشگاه نرفته؟ خب معلومه پسر من دیپلمش هم به زور گرفته، اما میخوام ببینم این تحصیل کرده ها چه گلی به سرشون زدن. وای چشمام، خدا مرگم بده. بفرمایید. لایق شما همون تحصیل کرده های آسمون جله.
خانم شکوری، همه چی که پول نیست خانم. آره، مثل دشبان بیچاره که همیشه واسه یه لقمه نون از صبح تا شب همینطوری میدوه. قرار نبود شما راجع به شوهر من حرف بزنید. بس دیگه خانم شکوری، احترام خودتون نگه دارین. خیلی خوب، شما هم دیگه زیادی جست نگیرین. خیلی هم دلتون بخواد که کیوان جون من دامادتون بشه. خودش هزار تا طرفدار داره خانوم. برین خانوم، برین یکی از همون طرفداراشو پیدا کنین. برین ببینم. خب معلومه که میرم. حالا که اینطور شد، من هزار تا مثل محبوبه رو با یه لنگ کفش کیوان عوض نمی کنم. من از بیگانگان هرگز ننالم. احمد، احمد. بله. به این مامانت بگو لباس شویی رو روزی 100 دفعه روشن نمی کنم. اینه بهش بفهمون. محمود، مادر بهش بگو تو نمیخواد یاد من بدی. بابا، مامان، من دارم گیج میشم. بالاخره من احمدم یا محمود؟ احمد اسم خدا بیامرز پدر بزرگته. نه مادر، اسم تو محموده، خودم روت گذاشتم، به مریم و محبوبم میاد. در ضمن این لباسا جنسشون و رنگشون با هم فرق میکنه، باید جدا شسته بشن. یک ماه داری با من لجبازی میکنی. یک ماه تموم. باش خودشو بگو. نمیذارم حرف تو باشه. بدش من. بدش کن. خودم میدونم چکار بکنم. بدش کن. خودم میخوام. آخه من از دست تو چقدر یه دنده با لجبازی. آخه کار تو نیست من. خجالت بکش. این کار تو نیست. ول کن بابا. ول کن. بلدی لباس بشونی. چیکار کنم از دست این من؟ ای با چرا همچین میکنی؟ خرابش میکنی؟ بهت نشون میدم که میشه یا نمیشه. ببین چیکار میکنه. همینجوری داره همه رو با فشار میده. آره راهش همینه. فروت رو همینطوری با قوطی کرد توش. وای یعنی چی؟ اصلا به جهنم. وقتی تو دلت نمیسوزه من دلم میسوزه. خرابش کن. اصلا بزن بسوزونش. خراب میشه. بشه، مال خودمه. خیالت راحت شد خرابش کردی؟ مال خودم بود. خوش به حالت. بابا جان، اون کتابچه راهنما رو برده بیار. بعد از یک ماه من نباید یه لباس تمیز داشته باشم؟ هر کی لباس شویی خراب کرده خودش هم چنگ میزنه میشوره. احمد، پس این کتابچه راهنما چی شد؟ بفهم. بابا چرا این همه سال مرتبش رو نکردی؟ مگه کار اداره اجازه میداد بابا؟ چه روزگاری بود. این مال وقتیه که با مادرت عروسی کرد. چه ایامی بود. کت و شلوار دامادی، موهای فکولی و روغن زده، دیگای پلو رو آتیش، صدای کل زنا. من نه موهامو فکولی میکنم نه زن میگیرم. چرا؟ چرا؟ میترسم وقتی که بازنشست شدم همش دعوامون بشه. یا بابا اینم یکی دیگه. خوشا شیراز و وضع بیمثالش. دلم برای مریم و شوهرش تنگ شده.
چه نازنین دامادی. وایش جلو نیا. چی کار میکنی زن؟ حواسم نبود. حواسم نبود. ادایی منو در میاری؟ بیچارم کردی، داغونم کردی زن، زندگیمو به هم ریختی. من زندگی تو به هم ریختم یا تو خونه رو کردی آشغال دونی؟ هر آشغالی گیرت میاد میزنی به دیوار. دلم میخواد اینجوری دوست دارم. دلت میخواد؟ بله. پس منم اینطوری دوست دارم. اینجا خونه هر جور که دلم بخواد دارش میکنم. آقا تازه یادش افتاده که خونم داره. بله که دارم. لا مگه ناحق میگم؟ هیچ وقت خونه نبودی، وقتی هم بودی همش کار و ماموریت. یه بار نشد بگی زن خسته نباشی. آرزوی همه چی به دلم مونه. تو اصلا هیچی حالیت نیست. هیچی حالیت نیست. من اگه ماموریت میرفتم، دنبال اضافه کاری میرفتم، به خاطر راحتی شما بود اینو بخرم. اونو بخرم. من اگه 24 ساعت ماموریت میرفتم به خاطر شما ها بود. به خاطر ما؟ کدوم ماموریت؟ بگو گشت و گذار. گشت و گذار؟ تو اصلا هیچی نمیفهمی. من نمیفهمم. بله بله تو اصلا هیچی حالی نیست. من حالی نیست؟ بله. خیلی خوب. بله حالیت میکنه. این از این؟ ای وای این چی خبر کسی حالت کردی؟ من رو سر میزنی؟ فکر کردی من با من لش میکنی؟ بگیر. به من پرت میکنی؟ حالا نشونت میدم. نشون بده ببینم. حالا میدونی این قباره کجاست؟ به من قباره رو برسونی. قباره کجاست؟ برای من درست کرده. خونم شد آشغال دونی یا رفت؟ آشغال دونی بود. سه طلاقت میکنم. مرد و حرفش. اگه این کارو نکردم اسممو عوض میکنم. سه طلاقت میکنم. طلاقو میکنین گرزو میکوبین تو سر زنا. کور خوندی آقا؟ دیگه تموم شد. همه چی تموم شد. دیگه شد. از سر صدا افتادی؟ الان تمام میشه دیگه، مشغول دارن سند شد. سلام اکبر آقا. سلام از بنده است. زیایی هست؟ بله منتظر شما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدافظ شما. خیلی ممنون زحمت کشیدیم. از دوستانشون هستم. ولی نوبت من بود. سلام. سلام. چه خبر آقای دشتبان؟ میخوام زنمو طلاق بدم. بفرمایید. دست بردار آقا بهرام. دست بردار. این چه حرفیه؟ آدم تا عصبانی شد که نباید از طلاق حرف بزنه. از حرف گذشته زیایی جون. سعی نکن منو منصرف کنی. سرم بره حرفم عوض نمیشه. سر پیری و معرکه گیری. از خر شیطون بیا پایین. دیگه راهی نمونده. فقط اومدم اینجا قبل از رفتن به دادگاه از تو بپرسم آیا من مجبورم عین مهریه رو بپردازم یا نه. یعنی همه مهریه رو خواسته؟ تمام و کمال. به هر حال کار درستی نیست. هنوز منو نشناختی اخترالملوک. به من میگن بهرام دشتبان، نه برگ چوغان دشت. خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ این نوع مهریه ها مربوط به خیلی قدیم، به سن و سال شما نمیخوره. وقتی توی کاشان رفتم خواستگاری خانم که ای کاش قلم پام خورد شده بود و نمیرفتم، وقتی صحبت از مهریه شد، مادر بزرگ خانم خدا بیامرزدش پاشو توی یه کفش کرد و گفت باید مهریه اونی باشه که من میگم. خدا بیامرز. با رسم و رسوم زمان عروسی خودش فکر میکرد. پس بعد آشی برات پخته. یعنی میگی؟ بله بله. اگه این مهریهشو خواسته، چون فراهم کردنش خارج از امکان نیست، باید طبق قباله عمل بشه. فراهم میکنم. بله. باشه باشه آقا فراهم میکنم. بعد از مهریهش میترسونه؟
فراهم میکنم، حتی اگه زیر گلده قاف باشه فراهم میکنم، فهمیدی؟ منو از مهریش میترسونه. آقا رو بیا پسرم، باری کلا بردار ببر، دیگه آخریش بود. بابا میگه پاشی رو بذار اونجا، شما میگی بذار اینجا، هی بذار اینجا بذار اونجا. خوبه که به درس و مخش من کار ندارید، وگرنه یکی تو میگفت از بالای دفتر بنویس، اون یکی میگفت از پایین دفتر. بگی مادر، بگی، دیگه آخریش بود، برو بالا مادر. فکر نمی کنم خود. الو، منزل آقای دشتبان؟ بله، شما؟ سلام، من آشتیانی هستم، مادر بهروز آشتیانی. به جا نمیارم. بله، حق با شماست خانوم. من میخواستم خدمتتون عرض کنم دختر شما تو همون دانشگاهی درس میخونه که پسر من اونجا مربی آزمایشگاهه. میخواستم اگه اجازه بدین برای یه امر خیر خدمت برسیم. امر خیر؟ بله، انشالله هم دیدن هم خواستگاری. وای. الو؟ الو؟ بله بله، میفرمودین. اگه شما اجازه بفرمایی یه وقتی رو تعیین کنیم خدمتتون برسیم. اگه ممکنه چند روز دیگه زنگ بزنیم. بسیار خوب، خوشحال شدم از آشناییتون، پس بعدن تماس میگیرم. خداحافظ. محمود. بله. بیا اینجا پسرم. بله مادر. بیا اینجا. بابات کجاست؟ مگه نمیدونی؟ نه. رفته مسافرت. مسافرت کجا؟ هرچی پرسیدم جواب نداد. همیشه پا به رکابه، مثل جوانیاش. هنوز یه هفته از عروسیمون نگذشته بود که راه افتاد و رفت. بعدش هم ماموریت پشت ماموریت. چی بگم مادر؟ حالا معلوم نیست کجا رفته. چی بگم که نگفتنم بهتره؟ یا بریم سند آزادی من. سلام مامان. سلام مادر. محبوبه، آقای آشتیانی کیه؟ چطور مگه؟ میشناسیش؟ بله. میخواد بیاد خواستگاری؟ بگو.
خب شما چی گفتی؟ من گفتم باید مشورت کنی، اما دخترم اول نظر خودت شرطه. میدونی چطور آدمیه؟ استاد یار دانشگاه مونه، مؤدب، نجیب، سربزیر، خلاصه تو دانشگاه همه از اخلاقش تعریف میکنن. پدرتو هم اول اخلاقش خوب بود، همه ازش تعریف میکردن، اما وقتی میومد خونه کاش میشد خوبیای همو ببینید. مادر آرزوم اینه که با کسی عروسی بکنی که قد و یه دنده نباشه. عروسی؟ جانمی جان. دلت میاد این حیوانا رو بخری و بسپاری دست قصاب؟ مرد حسابی، من کجا و معامله حیوان کجا؟ به قیافتم نمیاد از اونایی باشی که برای باغ وحش حیوان میبرم. اتفاقا واسه خریدن شتر اول رفتم باغ وحش تهران، ما دیدم اونا خودشونم مشتری شتر. خب پس چی کاری؟ یه زمونی مثل خودت راننده بود. چونه من فلات شم رو چی بودی؟ چه میدونم، راننده اداره بودم. پس حرفه ای نبودی؟ نه، اولش تو همین کاشون راننده معمولی بودم، بعد دیپلم گرفتم و شدم مسئول ترابری. چیه؟ ترس نداره، مهریه یه مادرته. این چه کاریه بابا؟ آبرومون تو محل میره، مردم میگن میگن دیوونه هست؟ مهم نیست، اگه دیوونه نبودم که مادر تو رو نمیگرفتم. تو رو خدا دست بردار بابا، تو رو خدا. اون باید دست برداره، ای واسه من شاخشونه میکشه، مرگه با حرفه بشنه چون محبوبه. بیا تو مهره اختر الملوک خانم. چیه این موقع شب؟ چی شده؟ چی آورده؟ مامان جون، مامان چی شد؟ مامان جون، مامان. خب بالاخره چی شد؟ با تلفن مادر آشتیانی یهو همه چی عوض شد، انگار آب ریختن رو آتیش. اینا همش به خاطر علاقه یکی به تو دارن، واسه همینی که فعلا آتش بس اعلام کردن. اما من خیلی میترسم. میدونم برای چی میترسی، واسه اینکه نقطه جوش هر دوشون پایینه. تا چند روز دیگه هم قلقل شروع میکنه به جوش اومدن. بخور بابا بخور. محمود برو ببین کیه. چشم. الان میام. کیه؟ آشتنی هستم. ببخشید در قفله، کلیدش هم فعلا گم شده، لطفا از در پایین تشریف بیارید. اتفاق دیگه بفرمایید. از یکی در کلید در گم شده، اونم درست امروز. ایشالله عروسی سر بگیره. میبینی مامان؟ بیا بریم تو مادر. اما وقتی قرار خواستگار بیاد یک کلید ساز میارن و بس سلام. ایشالا یکی یاد بشید. سلام جان، خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. صفا آوردید، قربون قدمت. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید بالا. بفرمایید بالا. ببخشید. بیا دیگه. بیا بهشون یه خوش آمد بگو، حلوشون بشین. اومدم.
زود باش. زود باش دیگه. آنجون گوش کن چی میگم. قراری که گذاشتیم یادت نره. بعد از عروسی محبوبه مهریت رو ور میداری و میزنی به چار. تو رو به خیر و ما رو به سلامت. طلاق نامرم بعدم میفرست. حیف که به محبوبه قول دادم، وگرنه میدونستم ها چی کار کنم. خیال میکنی. سلام علیکم. خانم شما بفرمایید. ببخشید. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. حال شما خوبه؟ بفرمایید. چرا نمیفرمایید؟ خیلی ممنون. خوش اومدید. محمود اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود مواظب شطور باشی؟ الان میرم. خب اینم از مهریه، حالا میمونه تاریخ عقد و کی تعیین کنی. عقد و عروسی تو این دوره و زمونه دیگه کسی دوتا جشن نمیگیره. آخه اول زندگیشونه، نباید خرج زیادی بکنه. از اون نظر که بله، ولی نباید کارا رو هول هولکی انجام داد. ولی دایی جون اگه عروس و داماد هر دو راضی باشن اشکالی داره؟ تا محبوبه جون امتحانش تموم نشه که نمیشه. میگم نکنه شما برای تهیه جهیزیه وقت لازم داری. الحمدلله از ما هفت و شطور که جهیزیه نخواستن که تهیهش سخت باشه. اینقدر شیطونی نکن بچه، بگی بشیم بده. ولی حق با خانومتونه، حالا چه عجله ایه؟ پله پله. تو زندگی هزار جور چم و خم هست، مشکلات که فراوونه. خدای نکرده وفاتی، فوتی، اون وقت یه مرتبه ببینی یکی دو سال عقب میفته. بله خانم؟ بله؟ بله بله. همه حرفا تموم شد، همه عروسامو زیارت نکردیم. سلام. به 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 به. سلام عروس خانوم. سلام خانوم. بگی بیشی بچه. بچه بگی بیشی. تو نمیتونی جلوی این بچه تو بگیری؟ چیکارش کنیم تو اینجور؟ جلوشو بگی اینقدر برجه برجه نکنی. ببخشین این پسره از صبح همه رو عاجز کرده. شرمنده. عیبی نداره. ببخشین. عیبی نداره. بچه هست دیگه. اذیت میکنه. خودتونه ناراحت نکنید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. بیا دیگه. خیلی متشکرم. واقعا که این چایی خوردن. ببخشید. ممنونم. بگی بشه بچه. آخه مرد چرا اینقدر از درست کنی؟ چی با تو توی یه کفش کردی و هی عقد عروسی رو عقب میندازی ها؟ چرا عجله میکنی مرد؟ فکر آبرومون نیستی؟ فردا میگن هول شدن و دخترشون رو دادن رفت. من میخوام هرچه زودتر عروسی محبوبه تموم بشه تا بتونم تو رو طلاق بدم. حالا فهمیدی؟ چی فهم شدی؟ من حاضر نیستم. حتی یه نیستم. عجیبه ها. چی عجیبه؟ این همه عجله برای چیه؟ نکنه کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. مامان بابا آتش بسی یادتون رفت؟ چرا آتش بسی؟ آره آره. میدونی اگه مامان بفهمه دارم بهت قضا میدم چی کارم میکنه؟ حالا هی ناز کن. با کی داره حرف میزنه؟ بیا بخور، بخور دیگه. چی کار داری میکنی آقا پسر؟ نه یه جلو، نزدیک باغچه نه یه همونجا واسا. خب دیگه با اجازه زحمت کم میبونم. پس من زودتر برم در رو باز کنم. ببخشید. خیلی خوشحال شدم. بفرمایید. خدا نگهدار. خیلی ممنون. خدا حافظ. بفرمایید. خدا حافظ. سایه‌تون کم نشه خانم. خدا حافظ شما. قربان شما. خانم داشت. شما بفرمایید از اون طرف. به هر حال من برای آرایش خون و این جور چیزا حتما اینکه دور زدیگه بهتون سر میزنم. باشه. الان میام. ان شاء الله امتحانات محبوبه که تموم شد. بازم خدمتتون میرسم. شما بفرمایید من میرم میارمش. حتما تو حیات داره بازی میکنه. دلتون شور نزنه. الان
باشه فدای سرش گلوبوته نداری که بهش کنه. الان پیداش میکنم و میارمش. کجا فرار از خانم نگران نباشین. محسن داره با برادرم بازی میکنه. شما تشریف داشته باشین. محسن میارمش. نگران نباشین. پایستانی تماشا میکنی؟ مگه نگفتم اینجا نیا؟ برو دیگه. چرا؟ محسن من میرم. آقا محسن شما بفرمایید. بفرمایید خانواده من اینجا. دیمن این دیگه چی؟ بفرمایید بفرمایید. آقا دایی خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. میبخشیم. اینا که میگفتن در قفل کلیدش هم گم شده. چی بگم بالا؟ دختر دو سه روز ماتم گرفتی که چی بشه؟ نه دانشگاه میری نه به خودت میرسی. حداقل یه سری به یاسمین بزن. پاشو مادر، یکی نیست به ایشون بگه تو خونه که جای شطور قایم کردن نیست. بفرمایید کجا ببرمش؟ خیلی جا بابا جون، گاراژی، پارکینگی. الو بفرمایید. بس سلام خانم آشتیانی، قربونتون برم. حال شما خوبه؟ هر وقت که میلتونه. بله خیلی خوبه. خداحافظ، سلام برسونید. مادر بهروز بود. فردا صبح میان اینجا که بریم آزمایش خون. بابا حالا که به خیر گذشت این شتر رو از اینجا میبرید؟ مرد بابا حرفه میشه، اما محبوب جز به خاطر تو آتیش بس رو ادامه میده. جون آتیش بس. درباره شطورم فکرشو کردم. اینجوری هم دهن مردم بسته میشه، هم خانواده آشتیانی شکشون از بین میره. بپر ماژیک و کاغذ برده میاد. چشم. مادر جون خدا خیرت بده، میشه اینو برام بخونی ببینم چی نوشته؟ نوشته یه نفر شطور پیدا شده، خواهشمند است با دادن نشانی آن را تحویل بگیرید. آدرس همین خیابون، منزل دشت. شطور پیدا شده؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟ نه بله باور نمی کنم. الان هم تو خونه داره شاخ و برگ میخوره. فکر میکنی جدا شدن از همدیگه هنره؟ شطور از خونت ببر بیرون، قباحت داره، زشته. تو خونه باشه بهتره، حداقل نشینی که با دیدن شطور از من حساب میبری. تو باغچه یه مترسک باشه دیگه جیک نمیزنه. من که تو حلش نکنم از جام بلند نمیشم. کاش همه مشکلات مثل مسئله شیمی حل میشد. معلوم میشه آتش بس مؤثر نبوده. دلم خوش بود بابا بازنشسته میشه، دست مامانو میگیره، را میفتن میرن سیاحت و زیارت. چه میدونستم به جون هم میفتن. چه بعد فقط ضعفای همدیگه رو بردن زیر میکروسکوپ. دیگه دارم داغون میشم. به نظر تو چه راهی میشه پیدا کرد؟ صدا تو بیار پایین. ببین چطور دل همه رو سوزوندی، عشق همه در اومد. یافتم کاتالیزور. آخه خواهر جون کی باور میکنه در یه خونه باز بشه و یه شطور هلوفی سر بخوره تو؟ منم که باور نکردم. بهروز گفت به روی خودت نیار، مسئله نیست. از قدیم گفتن آدم عاشق کوره. داداش جون حالا شما چی صلاح میدونین؟ باید زودتر از اینا اقدام میکردیم. تحقیق که با من هر چه کرد آن آشام کرد.
هیدا. احمد. بله بابا. چرا این تلفن قطعه؟ من نمیدونم. بهش بگو یه روز آلبوم تم رو قایم میکنه، امروز هم تلفن خراب کرده. محمود بهش بگو چرا هر مشکلی پیش میاد میندازه گردن من. تقصیر منه که میخواستم تلفن کنم بیان لباس شویی رو درست بکنم. وای مثل که مریم اینان. مریم اینان چرا اینطور بی خیال وایسادی؟ من سلام محمود خانم. سلام محمود جان. آره تو خوبی محبوبه؟ قرار نبود به این زودی ها بیان. آره منم تو همه فکرم. آخی بازم خونه. آره چطوری خالی جون حالت خوبه؟ اینجا چی کار داری میکنی؟ نظر شما گرشت بی این که شطوره؟ فکر کردی اومدی شکار؟ آخه شطور اینجا چی کار میکنه؟ بابا پیداش کرده. بله پیداش کرده؟ بله دیگه پیداش کرده. آی مریم جون اومدی؟ سلام مادر جون. سلام قربونت برم. سلام بابا قدمتون خوش آمدید. خوش آمدید دختر گلم. سلام داماد عزیزم. وای اینا تو رو خدا جانم جان نیما کوچولو بیا بغل بابا ببینم. آره شما خوبه محمود؟ سر تفنگ رو بگیر بابا. حالا چطور عزیزم؟ خوبی بابا؟ خوب الحمدلله. بهرام چمدوناشونو بیار. مثل که نقشمون گرفت قاتل این زوره عزیزم. زودتر از اینا مگه تلفنی نقشتو میگفتی ما خودمونو میرسوندیم. من میارم باشه. دونم برو تانک شده بود داداش کوچولو. بیاین تو. چقدر بهت گفتم تو هم اداره رو ول کن و بیا تو بازار. به خرجت نرفت که نرفت. اینو میبینی؟ یه ها یه شبه 1,000,000 رفت روش. مرد دل بکن از این چندر قاس حقوق. ول کن دیگه. هر وقت اومدم ببینمت میخوای منو وسوسه کنی از همین آب باریکه هم دست بکشم. سزای تو همون آب باریکه است و بس. ببینم حالا برام تحقیق کردی؟ بیا تا وسط بگم. بفرمی. خیلی ممنون. 10 سال تو اداره باهات همکار بودم. اگه به خاطر رفاقتمون نبودا لام از کام باز نمی کردم. خب بگو چی شنیدی؟ بگو چی نشنیدی؟ رفتار عجیب غریب دشبان و اون شطورش شده نقل مجلس شب و روز در و همسایه. اون که میگه شطور رو پیدا کرده. خب بایدم بگه. مرد مگه شطور سوزنه که گم بشه؟ میدونستم که کاسه ای زیر نیم کاسه هست. موضوع از کاسه و نیم کاسه گذشته. باید چشم و گوشتو خوب وا کنی. دشتبان آدم خطرناکیه. خوب یادم چند وقت پیش به یه سفر مشکوک رفته بود. بیا اینو نگاه کن. سوداگران مرگ به سراغ شطورها می روند. اونم که شطور داره. خب این از وضع شکارت که کساده. کاسبیت چطوره؟ اونم تعریفی نداره. بفرمایید. تا یه جنس تازه میاد بازار اونایی که قبلا خریدیم شما هم بفرمایید. مثلا همین ضبط و پخش تو میخوری مادر؟ چقدر عوض شده. استریو، دو کاسته، چند بانده، دیسکی. هنوز این نیومده اون قدیمی شده. آقا جون یادتونه یه گرام قدیمی داشتین؟ تو یکی از ماموریتاتون خریده بودین. تا همین چند وقت پیشم همینجا بود. آره دخترم هیچ گرامی مثل گرامای قدیمی پیدا نشد. یادت اختر خانم؟ آره خاطرات جوونی ها زنده میگه. یادت اولین صفحهی که با هم گوش کردی؟ شو خزن
بقیهش یادته اختر؟ نه منم یادم نمیاد. یعنی کیه؟ چه میدونم. کیه این وقت روز؟ آمدم. چه خبر اینقدر در میزنی؟ سلام عرض شد آقا. سلام. کاری داشتی؟ شنیدم شما یه شتر پیدا کردی. خب بله منظور چیز راستیتش ما شترمو گم کردم. تمام این شهر دنبالش گشتم، محله به محله، تا بالاخره چشم به اعلامیه مردم. از کجا معلومه این شتر همون باشه؟ میتونم نشونیاشو بدم، رنگش قهوه‌ایه. مرد حسابی مگه شتر سبزم پیدا میشه؟ یه نشونی مهمش اینه که یه لکه سیاه رو گردنشه. اتفاقا رو گردن این شتر هیچ لکه مکه ای نیست. شما مطمئنین آقا؟ بله. ببخشید مزاحم شده. اقتباس تو اگه دوچرخه هم داشته باشی با صد تا قلو زنجیر میبندی، چه برسه به شتر. بعضی ها میگن دشبان زده به سرش، پیدا کردن شترم دروغه. آخه میدونی کاراش یه جوریه، تقصیرم نداره، آدمیزاد همینه دیگه. پیر که شد منظورم رو که میفهمی. خوب شد گوشت شتر نخواستی، اگر نه حسابی داغ میکرد. از وقتی که سرکله شتر تو محل پیدا شده همه حواس گوشت شتر کردن. بپر بالا. حق رفاقتو به جا آوردی رضایی، ممنونتم. از گفت همه نشونیاش غلطه ها؟ ای ناکرد داشت یادم میرفت تو حیات خونهشون یه آدم کتکلفت سیبیلو وایستاده بود به این هوا. یه تفنگم تو دستش بود. اگه مسلسلم دیده بودی باور میکردم. چی گفته؟ مسلسل؟ قربونت من زن و بچه دارم. خب داشته با پای ما رو تو جنگ و جنایت نکش. وایسا وایسا. چی کار داری میکنی؟ وایسا برم کارو دارم. چی کار داری میکنی مرد؟ تو شر دستمون ندادی بزن برم. فقط یادت باشه شطور دیدی؟ ندیدی؟ شطور دیدم ندیدی. الهی شکر فرشم که بخریم جهیزیه محبوب تکمیله. این یکی هم ناییه، هم نقشش هم بافتش. خوش نقشه، بافتش هم ریزه. اصلا قشنگ نیست، بافتش درشت. این کرمانیه، هم نقش هم بافت. خیلی قشنگه، زیباست. تو اصلا قالی میشناسی؟ به اینم میگم فرش؟ سلیقه که نداری. راست میگی، اگه داشتم که خواستگاری تو نمیمدم. مریم فکر میکنی اگه ببریمشون پارکی، تفریگاهی، جایی خوب باشه؟ آره خوبه. اصلا میدونی چیه؟ به جایی یه 9 متری دو تا قالیچه بخریم، هر کی به سلیقه خوده. همونیه که میخواستم. خودشه. عجب سلیقه مشترکی. جهیزیه محبوب جور شد. بالاخره انتخاب کردی.
بله مبارکه. بابا بزرگ ببین چی کشیدم. آقا بیا ببینم چی کشیدی پسرم. این خونه است. این شطورم دایی محمود برام کشید. باریکلا به مادر بزرگت نشون بده. ببین چی کشیدم. ای محمود چرا اینجوری بهم نگاه میکنی؟ تقصیر باباست که شطور رو آورده خونه. بابا دستت داره است. بابا جو اینم خونهشه. آره بابا جو بچه ها تو نقاشیشون هزار تا خونه میکشن، اما بعضی ها یادشون رفته بابا جون با چه جون کندنی قسطای این خونه رو دادم. یادشون رفته سگ دو زدنا و خونه نبودنا به خاطر راحتی چی بوده بابا. مام بزرگ بابا بزرگ چی میگه؟ چه میدونم مادر؟ نمیدونه که این بچه ها مریض که میشدن چجوری میبردم تو این بیمارستان، اون نمیدونم درمانگاه بدون یار و یاور. هنوز نگفتی خلافشون چیه؟ خلافای بزرگ، خطرناک، خلافایی که با چطور و تفنگ انجام میرن. تفنگ؟ یا حضرت عباس؟ نه ترس، تا من زنده هم نمیذارم یه مو از سر بهش کم بشه. داداش من همین یه پسر رو دارم ها. باید مدرک بیشتری داشته باشم. گفتی مهمونی کیه؟ پس فردا. شاید این مهمونی فرصتی باشه تا بتونم مدارک لازم رو به دست بیارم. باید شیشتونگ حواسمون به اونا باشه. داداش خطری پیش نیاد. فعلا به بهروز چیزی نگو، فقط تو به یه بهونه چاپ به کارت عروسی رو عقب بندا. بیا بفرمایید بهروز خان. خیلی ممنون. دست شما در نکنه. من بفرمایید. مردم از دارشون نمیشه. من خودم کسایی رو میشناختم. خیلی ممنونم. میل ندارم. من خودم کسایی رو میشناختم. ممنون دخترم. چی بردارم؟ آها این خوبه. ایشالله با هم خوشبخت. این زیره میگذاره. راستی دیروز دانشکده نیومدیم. بله راستش میخواستم بیام ولی برامون مهمونه. آره میدونم میدونم. مثل که این روزا سرتون خیلی شلوغه. بله خواهرم و شوهرش از شهرستان اومد. تنها نشستیم. بفرمایید. بفرمایید سرتون رو گرد کنید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خوش آمدید. میگم خیلی به هم میاد. بله بله. نه خیر متاسفانه بازار خیلی کساد شده. یعنی میدونید دست زیاد شده. بله آقا با این وضع نمیشه کار کرد. چی دستتون؟ همون گرشسبی تلفن. با اجازه. تو رو خدا یه چیزی میل کنی. مادر یه بشقاب بزنی. الو بفرمی. سلام چطوری؟ بفرمی. قیمتش چی؟ اگه فکر میکنی تو نیست جورش کن، همه رو به همون آدرس رد کن بده. آره حالا چیکار؟ اگه میخواستم بترسم که سراغ این کارا نمیرفتن. شوخی کردم. اگه بتونیم اجازه صدور این بخاریا رو بگیریم سری اول میفرستیم ترکمنستان. نباید عجله کرد. اول باید مشتریشو پیدا کرد بعد اقدام. اونور مرز شوخی نیست. مرز؟ حال من حرفی نده. اگه فکر میکنی هیچ مانعی قانونی نداره من مخالفتی ندارم. منظرم آقای مرزبانه، چاپخونه داره، از دوستانه. خب دیگه قرار کارتای عروسی رو چاپ کنه. از همه پوزش میخوام. یک کار واجبی پیش اومده، تا موقع نهار حتما برمیگرد. برو عزیزم به سلام. با اجازه. به سلام. این هم از شغل آزاد. آدم همیشه باید آماده باشه. بله بله. داشت یادم میره. چیه چی شده دایی؟ قرارمون با آقای مرزبان کارتای عروسی. پاشو پسر. دایی چون آخه این بلند شو پسر، وقت تو تلف نکن. بلند شو مرزبان. دایی چون کجا میری با این عجله؟ بهروز چی شده؟ دایی
دایی جون آخه قضیه چیه؟ اونهاش داره میره، برو سوار شو بعدم برات میگم. یه جون دیگه بیا بالا سوار شو دیگه. شو در باز کن. بیا اینم در بیا بالا بجون. چی شده؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ سرتو کردی تو لاک و خبر نداری دوره برات چی میگذره؟ روزا تو آزمایشگاه، شبام که سرت تو چتاره. چی کار داری میکنی دایی جون؟ این چه طرز رانندگیه؟ مواظب باش. تو باید مواظب باشی که چشم بسته عاشق میشی. خیلی خب بگو چی شده دایی جون؟ دیگه چی میخواستی بشه؟ بریدن و دوختن و تیر کردن. این حرفا چیه؟ من خودم قبول کردم. آره مهلت دادن که تو حرف بزنی. تا اومدیم بشینیم قرار همه چشماتو باز کن جوون، هنوز خیلی خامی. من و مادرت این همه زحمت کشتیم تا تو رو به اینجا رسوندیم، اگه میذارم تو رو بکشن تو دام خودشون دور خوندن. آخه دایی جو به من بگو چی شده، چی شنیدی، چی دیدی؟ سر بزنگاه که مچشون رو گرفتم خودت پی میبری شطور، تفنگ، این بره مرز، اون بره مرز، یعنی چی؟ وایسا، وایسا دایی، تا نگی چی شده باد نمیاد. دیگر دار بس گوش کن. معامله رو گشگاسبی جوش میده، دشتون محموله رو جا به جا میکنه. حالا فهمیدی؟ قاچاق پسر، قاچاق. قاچاق؟ مسخره است. وقتی شکوری گفت منم برام سخت بود باور کنم، ولی بعد همه چی برام آشکار شد. شکوری دیگه کی؟ آقای شکوری. گمش کردی، گمش کردی، همش تقصیر تو شد، نذاشتی حواسم سر جاش باشه. من چه دایی؟ دست از سرتون بر نمیدارم سوداگران من. بابا دایی این کارا چی؟ آبرمون رفت. بشین پسر. نه اینجوری نیست بابا، اینهاش عین همینه. میگم اینجوری نیست. نگاه کن. نه خیر اصلا این تو نیست. گوش کن بابا من چی میگم. یه لحظه تشریف میاریم؟ بله. چی کاری داره؟ تو ادامه بده تو بشه. میخواستم اگه میشه یه مسئله. خب بفرمایید. یه چیزی میخواستم ازت بپرسم. البته خیلی واضح جواب من بده. ببین سوی زنی که برای داییم پیدا شده داره این ازدواج رو به هم میزنه. چه سوی زنی؟ واضح بگم سوال من درباره شطور. راجع به این موضوع بعدن صحبت میکنم. یه لحظه صبر کن. خواهش میکنم ببین چی بگم. من باید بدونم که شطور تو خونه شما چیکار میکنه. چرا مردم پشت سرتون این حرفا رو میزنن؟ مگه مردم چی میگن؟ مردم میگن شما با شطور قاشق هم میکنین. چی؟ آره؟ این چه وضعشه؟ دفعه دیگه نمیتونی دردی با اون قاچاقی که همراته رسوات میکنم. چیه؟ چه خبره که اومدم؟ ایوا چیه؟ چی شده؟ بگو محبوبه چه بلایی سرت اومده؟ آخه بگو ببینم چته؟ چی شده؟ آخه محبوبه چی شده؟ نمیتونم والا، هر چی میپرسم که نمیگه. چقدر التماس کردم، چقدر گفتم بابا دست بردارین. چی شده؟ مگه من چی کار کردم؟ چی شده؟ آبروم رفت. بگو حرف بزن چی شده؟ بهمون میگن قاشق. چی همچی حرفی رو زد؟ مردم، خانواده بهروز، همه. همه ماجرا همین بود که براتون گفتم. شما خیلی ناراحتش کردین استاد. همه گوه داری کنار، همه چی بخواهی بکنی؟ الو،
من بخزم میشه با من بسرم الو بیکش آقا شو آقا روی منو نداره برید کنار بیکش آقا همه تقصیر توه تو باعث این آدمی شدی میکشم تا از سر نمیده هستم بابا برش بس یه خواهد کنه اونو میکشم خودم رو میکشم دشبان یه دنده و مغرور رو که همه تون از سر من را هستم چرا خودم نکنم بابا خوش دارم میکشم میکشم همش غلط از آب در اومد. چه فکرایی، چه اشتباه. شما هیچ میدونی که شکوری محبوبه رو برای پسرش میخواسته؟ نه. آره؟ تا آخرش خوندم. ای ناکس. این معرفت بابا روی مردم بازی میکنه ایلم کن ببینم تو چی داری بگی؟ آخه نامرد چرا منو گول زدی؟ چرا با اون خونواده تو مقصدی؟ کیوان! کیوان! برو در ببن! در ببن! بگیر! کیوان! یا چه شده؟ چه خبر شده؟ برم کن! آقایون برای چی ازدحام کردیم؟ بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. اینجا رو خلوت کنیم. بفرمایید خواهش میکنم. شما بفرمایید. سلام آقای دانشتوان. سلام حال شما. بفرمایید. یعنی برم؟ بله خواهش میکنم. آی ماما. شطور من اینجا نیست؟ کیوان چه بلایی سرت اومده؟ کیوان آقای شکوری چی شده؟ چی شده؟ شطور میبینین شطورتون چی به روزگار ما آورده؟ به افتخار پدر عروس دست بزنید. متشکرم. خواهش میکنم. خیلی ممنون.
فرود به افتخار داماد دست بزنی. دیدی بالاخره تو بازنشستگی روزای خوشی هم هست. خب بالاخره مثل این که شطوره به چنگ تو نیفته. نه بابا، آقای دشتون با اون قلب رعوفش مگه شطوره میده دست من؟ بخشیدش به باغ من. محمود بیا بریم با هم یه عکس یادگاری بندازیم. آخ جون، بازم اسمم محموده. بریم. خیلی خوش آمدی. صفا بودی. خوش آمدی. بابا یه خورده لبخند بزنی. مبارک باشه. دوشیزه محبوبه دشتبان، آیا بنده وکیلم شما را با مهر معلوم به عقد آقای بهروز آشتیانی درآورم؟ پدر عروس خانم تشریف بیارن اجازه بدن. با اجازتون. خواهش میکنم. خواهش میکنم آقا جون. بفرمایید. خواهش میکنم. مادر من نشنیدم مهریه عروس چیه؟ شما نگران مهریه نباشید خانم بزرگ. مادر یه جلد کلام الله مجید و 12 سکه بهار آزادی. طبق رسم و رسومات فامیل مهریه عروس باید 2 نفر شطور باشه. یه شطور کم بود، حالا شد 2 تا. دوشیزه محبوبه دشتبان، برای بار سوم بنده وکیلم با اجازه بزرگترا. بله. مبارک. ببخشید میشه یه لحظه خانم تشریف ببرن تو اتاق؟ میخوام یه عکس خانوادگی بگیریم. خیلی ممنون. آقای دشتبان شما برید اونجا. اجازه بدید. آقای گشاسی. افتاد خانوم شما بفرمایید. بله بله. شما بفرمایید. ایما جون یه خورده جمع کرد. جمع تر عکس بگیریم. اونجا رو نگه. راستی جای یه نفر خالیه ها. خب حاضر؟ حاضریم.